سلام، خوش آمدید برنامه توتی باز است و ما باز هم اینجا سمیر رسولی در خدمتتان هستم. آرزو دارم تا یک ساعت دیگر که در خانه شما مهمان هستم مورد علاقمندی شما برنامه ما قرار بگیرد. امروز باز هم در برنامه یکی از بزرگوارای موسیقی افغانستان را با خود دارم، کسی که کار را در رادیو تلویزیون افغانستان آغاز کرد و بعداً هنرمند شد. جای بسا افتخار است امروز که در پهلوی ما است و دعوت ما را از رای دور از کالیفرنیا پذیرفتند. امیدوار هستم که شما این هنرمند عزیز را که ما دوستش داریم از ما کرده دوچند دوستش داشته باشید. این هنرمند بزرگ آقای حیدر سلیم هستند. سلام سمیر جان، چطور هستین؟ خوش آمدید به واشنگتن. خوب هستین، خوش باشین. تشکر بسیار زیاد، از شما بسیار تشکری میکنم که لطف کردین راجع به ما صحبت کردین و ما فقط تمام میگم که در خدمت هستم. هر سوالی که شما دارین انشالله گوش میکنم برتان جواب بدم. شما زنده باشین. تشکر از اینکه خواستین با ما صحبت داشته باشین. ما میفهم شما از جمله کسایی هستین که کمتر علاقه دارین که مصاحبه بکنین، زیادتر میخواین که بخوانین. ای چرا مردم کسایی که قدر عاشقتان است، صدایتان دوست داره، پس گپایتان از کجا بشنوه حیدر جان؟ ما خب چیزی نگفتیم سمیر جان، من هستم و میال آماده هستم که کت شما صحبت داشته باشم و ما با همچنان بیننده های بسیار عزیز سلام برشان تقدیم میکنم و همیشه صحتمندیشان از خداوند میخوایم. شما زنده باشین. اول خو به شهر آمدین که از کالیفرنیا کرده یک مقدار سرتر است، ایره چطور شما اسم میکنین؟ خوب هستین؟ شکر صحتمند هستین؟ تشکر سمی جان. از من البته کلگی میفهمند که دفعه اول من نیست که من در واشنگتن میایم. بله. بسیار خنک‌ها و بسیار برفایش دیدیم و اگه تو بگویم که یک رقم تو آموخته هستم و همین دفعه هم که من اینجا آمدم، البته خوب در شروع یک ذره برف و چیزا بود، مگر فضل خداوند هوا پس درست شد و ما بسیار خوش بودم که در این برنامه که ما در اینجا داشتم و استودیوی تورای ویژن و فضل خداوند امور روزه که شبش برنامه بود بهترین هوا ما و شما داشتیم. از او خاطر با ما فکر نکنم وقت تاثیر کنه دیگه. خونه کار جایست اما فکر میکنم آدم خود گرم نگاه کنه. امی گرمی علاقمندای شما در اطراف واشنگتن دی سی، ویرجینیا، مریلند، من فکر میکنم شما رو گرم نگاه میکنه. راست میگه، واو کلاده علاقمند دارین شما در ایشان. تشکر سمیر جان گل. راستی ما واشنگتن همو که رقمی که پیشتر برتان گفتم که ما بسیار زیاد آمدیم و ما بسیار زیاد اینجا کنسرت ها اجرا کردیم و اگه تو بگویم که امرای مردم واشنگتن، ویرجینیا، نیویورک یا رقم سان فرانسکو عادت پیدا کردیم، شما قبول کنید این چیزا. رسمه. پروگرامی را که شما با تلویزیون توتی و ترای ویژن داشتین یک برنامه کاملا فوق العاده بود، واقعا من خودم شاهدش هستم. چطور گذشت؟ والا من فقط همه قمیتانم که بسیار با جرات بگویم که این برنامه یکی از بهترین کنسرت های من راستی بود که از هر نگاه، از نگاه کوالیتی، از نگاه شنونده، از نگاه مقبولی سالون، دیکور سالون، یعنی ما اگه تو بگویم که ما هیچ کدام چیز کم ندیدم و اقم خوش بودم و ما اقم انجای کردم از همه چیز، از مردم که تشریف آورده بودن، میمانا، از خود، به خاطر که من بیاندازه با شوق و با مو چیزی که دلم میخواست. و راستی یکان دفعه شما متوجه باشین وقتی که هنرمند سر استیج میاد شنویندهش بسیار مهم است که همراه چی رقم شنونده برخورد میکنن و ما راستی پروگرام دینه شو فرایدی نایت یکی از پروگرام هایی بود که به اندازه مردم سوریلا و مردم سازشنو، خب البته متفاوت شنیدن،
اتو تنها نبود که من تنها غزل بخونم آهنگکای میدیم برشان خواندم و مردم بسیار خوش بودن اینمی که مردم خوش بودن اینمی که مردم تعریف میکنن اینمی که مردم خوب میگن اینمی به ما کلانترین یک نعمت است شما از جمله هنرمندایی هستین که بیشتر میخواین که لایف خوانی بکنین و یا زنده بخوانین نسبت به اینکه پلی بک بخوانین و یا اینکه در کنسرت ها و برنامه های شادی و خوشی های مردم بیشتر اشتراک میکنین و کمتر در کلیپ ها و میوزیک ویدیو ظاهر میشین بر خود شما در کدامش راحت هستین زیاد چی را علاقه دارین زیاد خوش دارین که به شکل زنده بخوانین والا به نظری من فکر میکنم تنها منی بلکه هر هنرمندی که هست اگر به مردم خود لایف بخونه کیفیت موسیقی و کیفیت آوازخوانی به نظری من به لایف خواندن است هم زور هنرمند را میگن یک چیز واضح است بله اینمی به خاطر که به شما معلوم است پلی بک خب البته باید ایران بگویم که پسان خدای نخواسته کدام تفسیر نشود یعنی ما خودم در زندگی خود اتو فکر میکنم که دومین بار است که ما یک چند آهنگ به حساب پلی بک خواندیم به مردم خود و منتها گفتیم با. که ما اینمی آهنگای نوام است و شما میخواییم با مو کوالیتی که موسیقی نواخته شده به خاطر که فرق بین لایف و بین که در استودیو موسیقی ثبت میشه و آوازخوان میخوانه و شما معلوم است که زمین آسمان فرقش است از او خاطر با او کوالیتی که ما او آهنگار ثبت کردیم از او خاطر به مردم تقدیم کردیم برشان پلی بک خواندیم و گفتیم که ما پلی بک میخوانیم از او خاطر نظری ما همیشه ایست که هر هنرمند لایف بخونه او یک کیفیت دیگه داره اما اگر بعضی هنرمندایی که نمیتونن زنده بخونن و یا لایف بخونن از دید شما اونا را شما چی گونه هنرمند میگید ولا... کسایی که تا مختص بیشتر داشتید اترسه ما راجع به اون هنرمندا چیز نمیگم تا کوشش کنن خود برسانن که یک روز بتونن لایف بخونن یعنی هدف تانی است که زحمت فراوان کار داره یک چیز واضح است بله. از بعد به کسایی که در استودیو تنها میخوانن یک چیز واضح است بخاطر اینکه لایف خواندن پروف کردن خود هنرمند است که خود پروف میکنه به مردم که چی میخونه و چی میگه یک این کار سادام نیست این زحمت کار داره جرأت سر استیج کار داره تجربه کار داره ایتو نیست که فرضاً شما ببینید که یک آوازخوان دفعتاً میای سر استیج ایتو فکر کنه که ما کلی جای تسخیر کردیم هیچ امکان نداره حیدر جان اگر شوخی بکنم آیا اینمی لایف خانی و یا زنده خانی موهای سفید هم کار داره؟ این کل شمو تجربه است که موهای شما رو سفید ساخته؟ والا البته گپ شما درست است مگم کسایی که موی سیام داره وام میتونن که لایف بخونن وام میتونن میتونن به شرط که یعنی شما نام خدا زیاد ما فهمیدم تشکر یک سر سفید ساختین و این قابل قدر است یک دنیا تشکر خو البته امی خود سابقه دار بودن دیسه موسیقی فرزن 35 سال 40 سال آوازخوانی با آدم بسیار تجربه می داشته باشه باز چطور نخواستین علاقه نداشتین که از این رنگایی که در بازار است استفاده بکنین مویایتان میتونید بسیار به سادگی جان سیاهی تبدیل کنه اعتراض که هیچ کس نیست که در زندگی خود یک ترای نکرده باشه که بیاین که یک تغییر بدیم که چی رقم میشه خوب است یا خراب است ما همین چیز تجربه کردم البته زیاد نه یک دو سه دفعه مگم دیدم که نه فکر میکنم که همین مویای سفیدی که من فعلا دارم سر از که مره بسیاری جوان ها که میبینه کاکا جان میگن یکان دفعه یا مگر من ایره متقین استم که از اون احترامشان است که کاکا جان میگن به خاطر که خود سن ما هنوز وقع نرسیده که به حساب ما کاکا جان خطاب شدم مگر می کلیش از احترام مردم خود ماست خود سن از کسایی که تینیجر هستن یا و ما امی موی سفید خود به حساب کتش آرام استم و خوش دارم که موی ممتو باشه و دیگه تصمیم گرفتم که در زندگی دیگه نمیخوایم که
تصمیم بگیرم که باز اگر بتونم که موی من رنگ کنم فکر نکنم به خاطر که خود رنگ اصلا موی بی اندازه خراب نسازم ایدر جان انرژی و توانی که شما دارین من فکر نکنم که دی جوانای امروزی باشه من فکر میکنم تمامش و مروغن زرد افغانستان است که نام خدا شما رحمت نگاه کرده با وجود که سن سال بلند ندارین اما با آن هم بسیار زیاد زحمت میکشین کار میکنین شب روز و فوق العاده انرژی دارین تشکر سمی جان از من انرژی و توان من ایره شما قبول کنین که مردمم است تشویق مردمم است استقبال مردمم است وقتی که من میبینم که مردم از من استقبال میکنن برای تشویق میکنن و ما همچنان از درون قلب خود به مردم میخونم یعنی تا هیچ وقت از وقتی که شروع کردیم تا حال هیچ وقت دسته موسیقی در مقابل مردم تیر خود ناوردیم همیشه برشان با احساس خواندیم به خاطر که در موسیقی در آواز احساس اگر نبود به شما معلوم است که کیفیت و مزام نیست هیچ چیز نیست شما زنده باشه واقعا در کارهایتان موفق هستین بیننده های عزیز برنامه توتی باز اینجا ادامه دارد با هنرمند نام‌آور محبوب دلهای هزاران هموطنش آقای حیدر سلیم تشکر هموطنان عزیز بیننده های گرامی فراموش نکنید که در این برنامه ما در پالوی حیدر جان سلیم دو هنرمند دیگر هم که در بخش موسیقی فعال هستند زحمت های فراوان را دارند در برنامه با ما می باشند البته بعدا روی استیج میان و صحبت های با ایشان می داشته باشیم حال صحبت ها را با آقای حیدر ادامه می دیم بفرمایید خب حیدر جان شما را بیشتر هموطنان عزیز می بینن که علاقه کمتر به کلیپ سازی و یا میوزیک ویدیو دارین میگن که کمتر مصرف میکنین بالای میوزیک ویدیو کمتر میخواین که خودتان با مستلای هم بچه فلم میوزیک ویدیو باشین و بیشتر کوش میکنین که با مو آوازی که دارین با موسیقی که دارین با مو ظاهر شین بر بینندایتان و تا باشد بیننده مورد توجهشان قرار بگیرن چرا کمتر شما میوزیک ویدیو میسازین؟ سمیر جان ما اعتراض خو البته هر هنرمند در زندگی خود بعض مشکلات و چیزها را داره ما خودم حقیقتا زیادتر وقت ما خداوند مادر ما را عمر دراز بده کتش هستم به خاطر که تکلیف یاد دارم همیشه باید من کتش باشم و کارایش کنم یا زیادتر که مادر مصروف هستم البته بعضی زندگی دگام چیزای دگام هست که آدم باید باوام برسه یکی دلیلش است که من به حساب یک زرگک تنبل هستم در کلیپ ساختن چیزا و دوم ما همیشه به این فکر هستم که اگر ما بخوایم که کلیپ درست کنم پشتمی موضوع بسیار زیاد بگردم خودم میخوایم که به مردم خود اتو نشان بدم که فرزند ما آهنگ میخوانم و مردم ما را ببینن امکان داره که تک دو نوازندیم که ما از شروع کلیپ تا آخر کلیپ خودم باشم حیدر سلیم و آهنگم باشه و شعرم که من میخوانم باشه به خاطر از این نمیگم که افتضاحه هر کس هنرمندا هر تصمیمی که خودشان بگیره اختیار خودشان است منتها چیزایی که ما در طول امی سالا دیدیم یک رقم یک نواختی آمده بعض کلیپ ها را شما ببینین یک نواخت شده از این خاطر که یک نواخت هدفتان مثلا چی؟ یک نواخت که ببینید که اونمو کلیپی که شروع میشه قصه یک دختر بچه است اگر شما از یک آهنگ که پنج دقیقه است پنج دقیقه فکر کنید امکان داره که در یک و نیم یا دو دقیقه شما اگر امکان داره که آوازخوان ببینید سه دقیقه دیگهش موضوع این دختر بچه است جنگ کردن از قار کردن از بند گپ همین چیزا است همین چیزا به نظری من بسیار زیاد شده ما طرفدار هستم که هنرمند از این کده که در یک کلیپ بسیار زیاد یک دختر و بچه را داستانش نشان میتن کوشش کنن که خودم به مردم نشان بتن زیادتر درست هستی؟ که مردم خود هنرمند خود ببینن و از آهنگش و از شعری که هنرمند میخونه
از وا از با برن به نظری من. از امی خاطر است، از امی دلیل است که من خودم هم استایل کار مینیمیست که نمیخوایم که امتو کلپا درست کنم، میخوایم که خودم آرام باشم، یک استیج باشه، نوازنده دپالیم باشه و من آهنگای خود، غزلای خود بخونم، مردم من رو بشنون. فکر میکنم که خب فرق میکنه به خاطر که جوانا علاقه دارن که در کلپاشون دخترها باشه و بعضی مسائل دیگه باشه. وار ما به حساب خدای نخواسته بد نمیگیم، محکوم نمیکنیم، منتها کوشش کنن که تو مچ یک چیز نسازن و امروز ساختن به خاطر که بیشتر روی آواز خود، روی موسیقی و اینا زیادتر کار بکنن نسبت به اینکه یک چیز واضح است ویدیو و یا تصویر آهنگ باشه. درست است، گپ شما واقعا وجه است. ما همواره در برنامه کوشش میکنیم حیدر جان که مثل شما و هنرمندایی که واقعا صاحب نام هستند، کسایی هستند که سالهای بسیار دراز را در موسیقی کار کردن و تجارب بسیار خوب را دارن، دستورده خوب را دارن، نظریاتشان را بگیریم، صحبتهایشان را بگیریم، به خاطر که یه هنرمندای تازه کاری که هستن، جوانای تازه کاری که هستن، اونا از داشته ها و گپ های شما بیاموزن. شما همتان سرمایه هستین که مدار میمی فعلا در افغانستان و این باید به یک شکل درستش از استفاده شود و نظریات شما واقعا قابل قدر است. بیننده های عزیز، هموطنان گرامی، برنامه توتی باز ادامه دارد. باز هم فقط یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان. شما بیننده توتی باز از تلویزیون جهانی توتی هستید. اینجا با ما در استودیو یکی از هنرمندای مطرح افغانستان حیدر سلیم هستند. حیدر جان، در این اواخر آوازه است که اول پیش از اینکه ما آوازه را بگیم میخوایم بگیم که واقعا شما یک خانواده هنری هستین. بله. سلما جان خواهر شما میخوانند. بله. خواهرزاده شما ری جان هم میخوانند و همچنان شوهر خواهر شما ریم جان جوانی که خدا مغفرتشان کنه اونا هم میخواندن. یعنی در کل هموطنان عزیز با ناما و کارهای همتان آشنا هسته، با علاقمندهای خود دارین، اما آوازه رو روش میخواییم ولی بیاییم ای که چون ری جان هم امرای شما در آغاز کار میکرد، بر شما مثلا کیبورد مینواخت و بیشتر در کارها و برنامه شما امرای شما همکار بوده. بله. اما آوازه به این است که در این اواخر کمتر رهی جهانی که یکی از هنرمندهای بسیار خوبی هستن، جوان تازه کار اما واقعا استعداد قابل قدر داره، این آوازه سرچوکی است که کمتر رهی جهانی میخواه کمرای شما بخوانه، این تا چی از دقیق است حیدر جان؟ والا سمی جان امکان داره که یک روز همی چی میگن امکانش بیایه که به حساب کتما بخونه یا بخونیم. خب البته رئی جان شما میفهمین که موسیقی رو نو شروع کرده و به نظری ما هنوز رئی جان بسیار میدان داره که از تجربه های موسیقی بیا استفاده کنه و چرا نه، رئی جان هنرمند بسیار خوب است، بسیار زحمت میکشه و امکان داره که یک روز خدا بخواید با هم یک جای بخونیم. رئی جان خورزاده ایم است و یک چند وقت دیگه هم صبر میکنیم انشاءالله بخیر. یعنی این مانا نمیده که کم علاقگی بوده باشه و یا مخصوص کدام مشکل دیگه که شما نخواهید که با رئی جان بخونیم؟ هیچ کدام به نظری من کدام مشکل نیست، فقط ما خودم میخوایم که رئی جان یک ذره وقت بتم، تایم بتم که یک ذره دیگه هم چی میگن خدمات موسیقی پیدا کنه و یا باز امکان داره کوشش میکنیم که با هم بخونیم و انشالله بی امکان داره، به خاطر که ما هم نمیخوایم که باز سینما بسیار بالا شود وقت باز مشکلات نشه. از خاطر ما فقط همینقدر خواستم که کسایی که بیننده ما هستن اقتدادشان شاید در فکرشان گشته باشن و همی آوازار شنیده باشن گویا که مثلا کدام مشکلات خانوادگی وجود داره یا کم علاقگی وجود داره، این مسائل است که ممانیت ها را می داشته باشه.
اما خوب شد که روی موضوع شما اشاره کردین که یک هنرمند مثل شما واره که بسیار تجربه داره با یک کسی که تازه کار است با آسانی شاید نتونه که با هم بخوانه. بله. اما توانمندی در وجود شما است شاید در وجود ریجان انوز نباشه. بله بله. و هدف شما هم شاید می باشه. والا بله منتها ایرام که ما اگر کدام وقت ریجان بخوانیم یا شما ایره می فهمید صدا بسا با هم شبیه ریجان صدای من پیروی میکنه. بله. و ما همیشه برش دمی اولا گفتیم که کوشش صحیح در شروعات میتونی که رقم خودم که وقتی که نو شروع کردم از یک هنرمند پیروی میکردم تا که باز من خودم رای خود پیدا کردم. حالا رای جانم اینمی چیز است که میتونه که خب تا یک زمان پیروی کنه منتها کوشش کنه که بعد از این رای جان رای خود پیدا کنه به خاطر که خودش رای شود. بله. اتو نشوه که یک نفر بگه که رای جان رقم حیدر سلیم میخونی یا رقم بابیت رایم جانی میخونی یا همیش بگن که خوارزاده حیدر سلیم است. او خواست بیازو هیچ وقت او خواست بلکل او چیز است. از او خاطر من همیشه تنها به رای جانی نصیحت نمی کنم و تمام کسایی که نو شروع میکنن کوشش کنند در شروع هر آوازخانه که خودشان خوش داره از او کارشان بگیره منتها تا یک زمان اتونه که تا آخر به حساب باز او وقت دیگه باز به نام خود یاد نمیشه دیگه باز به نام هنرمند یاد میشه که از او از صدایش به حساب چیز میکنه تقلید میکنه. راست میگین بیننده های عزیز ما بعضی از سوالا را که در ذهن هموطنان عزیز ما میگردن و همواره بر ما مسج میشه و یا پیام میفرستن که اگر با یه هنرمند مواجه شدی کوشش بکنی سوال مطرح بکنی چون دوستان میخواین بدانن که چی گپ است. یعنی ما خودم خدای نخواسته پشت کدام گپ نمیگردم که ما بادا کس را با کسی بخوایم که کدام مشکل برش ایجاد بکنم. فقط میخوایم که چون هنرمند زندگی شخصیش مربوط خودش میشه اما زندگی هنریش بیشتر مربوط به مردمش میشه و یک مقداری که مردم خود حس بکنه با هنرمند خود نزدیک بازو میتونه که بسیار یک روابط خوب بین علاقمند و هنرمند پیدا شود. بله. و یک سوال دیگر هم که حیدر جان مورد پرسان میشه این است که سلمان جان که خواهر شما هست و هنرمند بسیار خوب ما هستن سلام ما برشان برسه آرزوام که صحتمند باشن. اونام از شوهرشان رحیم جان کرده بیشتر بار شما میخواندن و همگی میگفتن که والا سلمان جان از رحیم جان کرده حیدر جان بسیار دوست داره و چرا یعنی کمتر با رحیم جانی میخواندن و زیادتر با شما؟ والا خو البته یک زمان سمی جان ما و سلما جان خو البته سلما جان هنرمند بسیار بسیار خوش صدا و بسیار سابقه دار است. سلما جان از ما کده پیش شروع کده و یا خو البته ما با هم بسیار آهنگ خواندیم بسیار سی دی ها داریم و دوگانه خواندیم و دمو وقتش و خو البته سلما جان شوهر شما هنرمند خدا بخش رحیم جانی بود که رحیم جانم آهنگای بسیار خوب یاد دارن و یک زمان شد که رحیم جان وقتی که هنرمند شد ما به مو حساب گفتیم خب ما خو خواندیم با هم ما را مردم شناختن که ما خواهر برادر دو هنرمند هستیم با هم خواندیم. حالا گفتیم که باش که رئیس جان چانس بدیم که سلمان جان یک جای بخونن که رئیس جان مردم بیشتر زیادتر بشناسن و تا امیال رئیس جان که مادر خود که سلمان جان میخونه و یا و انشالله امکان داره که یک وقت ما بتانیم که سه گانه با هم بخوانیم ثبت کنیم دیگه اینجا من بسیار خوش هستم که سلما جان بخوانم همون که رقمی که پیشتر گفتم سلما جان بسیار هنرمند تاپ است بسیار صدای بسیار مقبول داره و از ما و سلما جان صدای ما با هم بسیار بسیار مطابقت هم داره بسیار زیاد شباعت های نزدیک است. بله. از او خاطر انشالله خود یک وقت بشنوید که ما آهنگ ثبت میکنیم. حتما بخیر. فقط بازم دوباره سوال برمیگرده که ما هیچ وقت شاید آهنگ دوگانه شما
با رئیم جهانی مرحوم رئیم جهانی نبودیم. چرا؟ اتر سمیر جان خو البته ما یک چند کنسرت در وقتهایی که خدا بخش زنده بود رئیم ما با هم یک جای کنسرت اجرا کردیم ما و سلما جان و رئیم جان با هم البته ما و سلما جان میخوندیم سر استیج دوگانه یا سلما جان و رئیم جان با هم میخوندن منتها از ما و رئیم جان هیچ وقت این برابر نشد که ما با هم بخوانیم. ما اصطلاحی هم هیچ وقت نچسبید. نه مسئله چسبیدن نه ای که سمیر جان ما یک چیز هم میگم که مردم متوجه شون به خاطر که بسیاری وقت مردم یک فکر دیگه میکنن. ما امیر میخواستم بگم پیش از اینکه شما توضیحات تان بدین بیننده های عزیز شاید یک تعداد از هموطنای ما در فکرشان گشته باشه که همین مشکلات خانوادگی شاید بوده باشه علاقمندی ندارن که با هم بخوانن و یا هر مسائل دیگه باشه که مثل شخصی به او خاطر اما توضیح شما چی است؟ ما فقط یگانه دلیلی که هیچ وقت تو مساعد نشد که ما خدا بیامرز رحیم جان جانی با هم آهنگ بخوانیم به خاطر که ایره بسیار واضح به شنونده و بیننده ها میگم که وقتی که دو نرمن همیشه سبکایشان فرق میکنه دو نرمن همیشه کرجایشان فرق میکنه کرجایی که در بونیا میخونن فرزن ما از یک کرج میخونم رحیم جان از یک کرج دیگه میخون از او خاطر هیچ وقتی در سر استیج بسیار مشکل است که دو نفر کرجاشان بالکل زمین زمان فرق داشته باشه و بتونن با هم دوگانه بخونن بله از این خاطر به این دلیل ما هیچ وقت با هم نمیتونستیم که دوگانه بخونیم خب این چیزا همیشه در بین فامیلی در بین خود آدم که آدم میباشن کوشش میکنه که بخونه با هم بخونه با هم بله وقتی که آدم در سر استیج با مردم که مردم خود میباشه باز اونجا یک زرگک مشکلات است به خاطر از این نمیخوایم که خدای نخواسته کدام سکتگی کدام موضوعی دیگه شد از خاطر یگانه دلیلش که ما با هم نخوندیم اینه نیست شما زنده باشین بسیار زیاد تشکر بیننده عزیز خوب شد که بسیاری از مسائل را که بعضی از کسا مطرح کرده بودن در شبکه های اجتماعی و یا در مجالسی که با هم روبرو میشن همشان واقعا اینه به قول آقای حیدر درست نیسته و اینا امو خانواده هنری که اصلا محبت ها و صمیمیت هایشان همیش بوده و امیدوار هستم که سالهای زیاد امو تا دوام پیدا بکنن و خدا همیشان صحتمند داشته باشه و خوب شد که امو توتی های دشمن که کوشش میکرد که اینا را به نوعی از هم جدا نشان بتن ما او را خواستیم که دفع بکنیم بسیار تشکر و ما هم بسیار خوش شدم که امی چیزا اگه صاحب آمد که مردم متوجه موضوعات شوند که خدای نخواسته که تو در دلشان کدام چیز دیگه نگرده بلکل آوازهای سرچاوک بینیدهای عزیز بیخی درست نیست مطمئن باشین همه چیز همه تو برقرار است و خداوان همشان در کارهایشان موفق داشته باشن بینیدهای عزیز در این بخش از برنامه میخواییم که دو سوال بسیار مشخص را از آقای در پرسان بکنیم یکی که شما طبیعتاً که با هنرمندای بسیار خوب در افغانستان کار کردین و بیرون از افغانستان در جمع از همی هنرمندا از هنرمندای سابقه کار کی را خودتان دوست دارین کی را کارایش بیشتر میپسندین سمی جان من از امو ابتدایی که شروع کردم به موسیقی البته خب در افغانستان وطنم من همیشه آهنگای آمزای جان میشنیدم بله و به اندازه آهنگایش خوش داشتم رقمی که کلگی خداوند مغفرت شن کنه خدا ببخشین رقمی که کلگی جوانا خوش داشتن و خوش دارن و فکر میکنم تا که دنیا هست هیچ انسان یه هنرمند فراموش نمیکنه فراموش نشده نیست واقعا بله. جاویدان است همیشه بله و ما به اندازه صدای آمزای جان خوش داشتم خو البته صدای هنرمندای دیگرم خوش داشتم و خوش دارم امیالم و هنرمنده که به اندازه برش علاقه داشتم آمزای جان حالا برمیگردیم به کسایی که تازه کار هستن کسایی که البته در چندین سال اخیر کار شروع کردن از این هنرمنده کی را دوست دارین؟ من واره هنرمنده را که مثل شما
البته هنرمندای بسیار خوب ما هستن در استودیو می داشته باشم و صحبت هم میکنم میگم که کی دوست دارین بعضی وقتها جنجال برانگیز هم میشن میگن که یکی را سر هنرمند میخواین بگین که خوب است یکی را میگن بد است شما جنجال بندازین نفاق بندازین بریندای عزیز باور کن که مسائل نیست فقط ما میخواهیم که نظریات کسایی که تجربه بیشتر دارن اونا را از زبان خودشان بشنویم که کارای کی اینا تقدیر میکن و یک امر معمول است در تمام دنیا در اگر هندوستان متوجه شده باشین یا در کشورهای غربی متوجه شده باشین هنرمندا بالای هنرمندا صحبت میکنن نظر میتن تا باشد کارشان بهتر شود بله. شما کی از هنرمندای تازه کار خوش دارین سمیر جان گل ما دمیسه نام بسیار ظهیر هستم همین نام فراموش میشه از پیش دارم از پیش من فراموش میشه و من راستی اتزیاد نمی بینم به خاطر که مصروف هستم مصروف هستم و آوازخانهایی که امروز همی جوانهایی که در افغانستان و در اروپا و در امریکا هستن می خوانند نام خدا نام خدا اکثریتشان بسیار استعداد خوب دارن بسیار مقبول می خوانند و زحمت می کشند اگر نام ببرین از یک دو هنرمند ما کی خواهد فکر میکنم در طبقه اوناس بله امی آریانا جان است که راستی صدای بسیار خوب داره صدای بسیار سریله داره و سیتا جان قاسمی است بله هنرمند خوب است یعنی نظر به مو ای که نو شروع کردن بله خوب میخوانه خوب میخوانه و هنوز هم خدا کنه که چیز نشوند چی میگن؟ مغرور نشوند زیادتر کوشش کنن زیادتر زحمت بکشن امکان داره بخیر یک وقت اردوشان خانده بسیار تاب شوند یک دو نرمند ما دیدیم خب البته از مردا؟ بله اکثریتشان مقبول میخونن منتها بازم گفتم که همون اسمایشان فعلا در فکرم نمه که بگویم و یک هنرمند بسیار خوب که من فکر میکنم که او بسیار زحمت هم میکشه به حساب اصل موسیقی سخی جمشید جان سخی بسیار یک هنرمند خوب است و او را من میفهم به خاطر که بسیار زحمت میکشه که پدر از او صدیق جان نامش است که وام از مخورترکی در افغانستان شروع کرده بود من صدایشان شنیدم یا و حال به اندازه دستی موسیقی فهم موسیقی بسیار میفهمند و جمشید جان هم از پدر خود پیروی میکنند و یک هنرمند دیگه در اروپا است به نام باشین که وام تمو شروعات یک آهنگ خوان مرا بسیار کدام آهنگ خوان خوشم آمد یک آهنگ ایندی بود که او را آمزای جان هم خوانده بود ای پادشاه خوبان فکر میکنم که اسمشان بشیر هم بشیر جان بله بله. بشیر جان امو آهنگ شروع کرد بسیار خوب خوان فکر میکنم که پسان امو سبک یای خود تغییر داد یا به نظر ما اگر به مو حساب شروع میکرد و یا تال میتونست که بیشتر که زیادتر شهرت پیدا میکردن زیادتر مردم طرفدارشان میشد بازم هنرمند بسیار خوب است من صدایش خوش دارم بسیار خوب و اکثریت هنرمندهای دیگه هم بسیار مقبول میخوانند متاسفانه از پیشان معذرت میخواهیم که اسمایشان همیال به یاد ندارم شما زنده باشین واقعا نظریاتتان قابل قدر است بینندگان عزیز در این بخش از برنامه وقفه کوتاه میگیریم بعد از وقفه بازم با دو مهمان دیگر در خدمتتان هستیم در پهلوی آقای حیدر سلیم که اونا هم از کسایی هستند که فوق العاده زحمت فراوان را در عرصه موسیقی کشیدن حال وقفه کوتاه اما بازم فراموش نکنین که برنامه ما از این کرده هم مورد توجهتان قرار میگیره بیننده های عزیز دوستداران گرامی بازم خوش آمدید برنامه توتی باز ادامه دارد قرار وعده که در آغاز برنامه داشتم دو مهمان دیگر هم امروز در جمع خود ما داریم هموطنان عزیز همواره در کارهای هنری تنها نامی که یاد میشه از هنرمند است
اما ما بخصوص تلویزیون توتی همواره کوشش میکنیم که در پهلوی هنرمند کسای دیگه که واقعا در پس پرده زحمت میکشن از اونا هم یاد بکنیم، تعریف داشته باشیم و از کارهایشان ستایش بکنیم. با امروز در برنامه دو عزیزی را که در جمع خود دارم، یکیشان از جمله کسایی هستند که بسیاری از وقت زندگی خود را مصروف کارهای هنری در پس پرده با هنرمندهای عزیز داشتند. این جناب ولی اشپاری نام دارم و همچنان کسی دیگر را که با خود دارم که از کودکی از طفولیت با هنر با هنرمندا سر کار داشته، کسی که واقعا پنجه‌های طلایی دارد و با بیشترین از هنرمندای داخل افغانستان و خارج از افغانستان و هنرمندای خارجی طبله نواخته همکاری های بسیار خوب را داشتند. اینا جوان بسیار برومند با عزت و سرفراز سیر جان هاشمی هستند. قبل از اینکه ما صحبت آغاز بکنم با این مهمانان گرامی، ما میخواییم کوتاه در آغاز از حیدر جان سلیم در مورد از اینا دو کلمه کوتاه با خود از حضور خود از این مهمان ها از ایشان داشته باشم. سمی جان، البته این دو دوست بسیار صمیمی و دو دوست که تقریبا دوستی ما با هر یک از یا بین 20 سال و 35 سال یا میشه، ما بسیار افتخار دوستی از یار دارم. البته ای سیر جان هاشمی همانطور که شما گفتین بهترین طبله نواز است که راستی امروز ما برش و تمام مردم که سیر جان رو میشناسن برشان افتخار میکنه از اینکه بسیار زحمت دسته کار خود کشیده. یعنی سیر جان از طبله نوازهایی نیست که همه تو طبله رو یاد گرفته باشه، یعنی در پالوی خود استاد داشته و بسیار زحمت کشیده. امروز نام خدا که یکقدر محبوب و مشهور است از زحمتش است و ما برش تبریک میگم. و همچنان ولی جانش پالی، ما تقریبا بین 35 سال از افغانستان با هم دیدیم و راستی یگانه کسی که در ایسه کار هنری ما زحمت کشیده ولی جان است. تمام سیدی هایی که از شروعی که من امریکا آمدم سمی جان گل تا امیال امگیش در سیدی ولی جان ثبت شده و تمام مکس آهنگ های من کلگش ولی جان زحمت کشیده و ما امروز ای که در پالیم است بسیار برش افتخار میکنم و همیشه لطفش، مهربانیش هم از ولی جان هم از سیر جان همیشه در قلب است. شما زنده باشین. تشکر. بینندای عزیز، آقای ولی اشپاری بنیانگذار و مسئول آریانا میوزیک در افغانستان بودن و همین حال هم همین استودیو را پیش میبرن. ولی جان خوش آمدین به برنامه. تشکر از اینکه دعوت پذیرفتین. ما کار که شما میکنین همیشه ستایش کردیم و دستتان درد نکنه. تشکر سمیر جان. اول خو سلام خدمت خودت و بینندگان ارجمند توتی تیوی عرض میکنم و پیش از اینکه به صحبت خود ادامه بدیم، دو موضوع هست که ما باید برای خودت عرض بکنم. یکی که دیشب برنامه توتی تیوی خارق العاده بود. تبریک به خودت و نظم و نسقی که داده بودی. راستی یعنی برای من قابل افتخار است، چون خودم آدم مسلکی هستم و همیشه ارزمند بودیم که کارها منسجم و به اصطلاح درست باشه. و از طرف دیگه مسئله دوم را که میخوایم برای تبریکی و تشکری بکنم، ما خودم همونطور گفتم مسلکی هستم. دسکای ترای ویژن و فامیل ارجمند لطفی، اینا برای ما افغانا قابل افتخار است. همین دسکای ترای ویژن توتی تیوی راستی به سویه بسیار بالا بلند است و برای خود ما قابل افتخار است. دیگه تشکر میکنم از اینکه به وقت دادین که بیایم خدمت شما چند صحبت داشته باشم. شما زنده باشین. اولین باره که با حیدر جان سلیم کار کردین و با مصطلح عاممی مکسر آدیو رو یا صدا رو که برای حیدر جان بالا کردین و صدای حیدر جان برآمد، کدام زمانه بوده؟ یک 70 80 سال پیش شاید بودم. 97 سال پیش. یه طور است سمیر جان، من حیدر جان افغانستان شب بسیار خوبی بود در منزل یکی از دوستا
هنرمند گرامی ما آقای احمد ولی جان آواز میخواندن و مو دوستا مو وقت میگفتن که بیا امیر سب بکن و حیدر جان چون فامیلشان است اموجا تشریف آوردن و بر اولین بار اموجا ما دو پارچه از حیدر جان سب کردم که هنوزم پیش ما است جوانی بود هر دو ما بچهای جوان بودیم شوخ بودیم هنوزم نامو خدا هستیم دیگه او بار اول او ثبت شد به افغانستان ثبت اساسی و درستی که ما شروع کردیم در سال 1985 بود وقتی بود که حیدر جان تازه به کالیفرنیا آمدن و با سفر کردن آمدن ویرجینیا و ما اولین مجموعه را در آریانا موزیک تحت نام زنگ زده بیا ثبت کردیم که البته امو دوران بود که ما نوازنده نداشتیم بسیار محتاج بودیم و او آلبوم برای ما بسیار خاطر آفرین است بخاطر از اینکه امو سادگی موسیقی افغانستان نشان میداد که یک طبله و هارمونیا و یک تانپوره بود و آواز زیبای حیدر جان و راستی و سیدی در اون دوران بسیار گل کرد و شروع کار ما بود شما زنده باشید ما میتونم بگم که در اون زمان که شما با هم کار کردین ما در اون وقتی تولد هم نشدیم اما واقعا امو اثرهایی که داشتین زحمتای کشیدین نتیجه شال ما میبینیم زنده باشین همتنان عزیز بینندگان گرامی حال کسی دیگری که بر شما تعریف کردم که از طفولیت با هنر سر و کار داشت سیرجان هاشمی است اخلاق بسیار نیکو و یکی از کسایی که واقعا شخصیتشان قابل قدر است کار و هنریشان خوب بیخی یک مسئله جدا سیرجان تشکر از اینکه با ما هستی امروز و از جرمنی تشریف آوردی سلام برسه سمیر جان اولتر از همه سلام احترام بر خودت تقدیم میکنم و همچنان برای بینندگان عزیز تلویزیون توتی احترامات خدا از اینجا از این طریق برشان تقدیم میکنم و بسیار خوش هستم که امروز در همراه شما هستم میمان شما هستم و بسیار جای افتخار بر خودم است که پولی دو شخصیت بسیار کلان هستم که ما از طفولیت اینا را میشناسم دیگه بر من امروز جای بسیار افتخار است که با اینا و شما یک جا هستیم تشکر اولین بار که بر حیدر جان سلیم شما طبله نواختین چند سال عمر داشتین والا اجازه است که بگیم که سنای ما چی نه نمونه بگیم باز ما می ضرب می زنیم که حیدر جان چند سال است ما در سال 1992 در جرمنی بودم که کنسرت حیدر سلیم جان بود که بار اول آمده بند در طرف جرمنی اینا بسیار زیاد قدر لطف مهربانی کردن ما را تشویق کردن من سنم 11 ساله بودم که بار اول مرا گفت خواهش کرد که یک دو پارچه میتونی امروی من بنوازی بر من بسیار جای افتخار بود دیگه وقتی که من روی استیج بالا شدم بر من چون که بار اول بود سر استیج بالا شدم و باید یک استیج کلان اقدر هنرمندای بزرگ امرایم بود و مردم تعداد زیاد بودن راستی بسیار زیر تاثیر رفته بودم چون تجربه اول بود سر استیج اما اقدر حیدر جان مرا داغوش خود گرفت یعنی بر من پس جرأت داد که اونمونجا من شروع کردم به موسیقی و دسته جمعایش نواختم بر من یکی از اون بهترین خاطرهای ماست که اونجا شروع کردیم موسیقی را شما زنده و یک چیز باید نگفته نمونیم که من بسیار دلچسپ است وقتی که من از سیرجان نازنین خواهش کردم که سیرجان بیا یک دو آهنگ کتم طبله بزن سیرجان آمد و سرش بسیار چکچک کردن یا اما دوست که کتم از امریکا آمده بود طبله میزد وقتی که طبله سیرجان دید راستی یعنی به بار اول سیرجان ایت یک طبله نواخت که من خودم دمی سر استیج اما تو بگی صاحب چی میگن؟ هیجان شده آه با خودم و بعد از اینکه سیرجان خلاص شد یک کمک او رفیق ما چی شد؟ چی میگن؟ آزرده شد آزردام شد و زیر تاثیرم رفت به خاطر که بعد از او باز من همیشه قاعده ایم است که میگم که باید ما کلی تشویق کنیم سیار جان تعریف های بسیار خوب را از حیدر جان از شما شنیدیم بر ما بگوین که در پهلوی آقای حیدر سلیم شما با کدام یکی از هنرمندای دیگر کار کردین کیا بودن بیرون از افغانستان همراه کیا کار کردین اما تنا با چیره و کار تان آشنا است اما بازم میخواییم که یک مقدار روشنی پرتین قسمی که گفتم شروع کار که موسیقی رو شروع کردم بار اول با خود حیدر جان کار کردم دیگه بعد از او در مرور زمان همچنان که شکل درست موسیقی را که در مملکت ما هست کوشش کردم که طبله را به شکل درسی یاد بگیرم دیگه به مرور زمان که هنرمندایی که در طرف آلمان می آمدن به اونا زیاد به جای افتخار می توانم بگم که از اونا نواختم مثل هنرمندای سرشناس مملکت ما هستن احمد ولی جان است
دیگه استاد ماوش است، خانم سلما هستن، حیدر جان خوبی هست و همیشه که ما لطف مهربانی کردن. دیگه از غیر از هنرمندای افغانی از ممالک ایران اکثرت زیادشان با لیلا فروار با اینا همکاری کردیم، یا از ممالک هندوستان امروی جدجگ سنگ که در زنها کار کردیم و از پاکستان مثلا استاد فتح علی خان برای ما جای افتخار بود که در بخش کلاسیک با اونو نواختیم، یا استاد حسین بخش خان، هم اینا کلگی برای ما راستی برای هر کدامشان نواختیم برای ما جای افتخار بوده که تا تانستیم با تو هنرمندای بزرگ در یک استیج باش با اونو باشیم و بنوازیم. واقعا جای افتخار است و امیدوار هستیم که در کارهای آیندام بخیر بتانی با مقلای بلند موسیقی برسی و ای هم جای شک نیست که بخیر میرسی. زنده باشی. زنده و سلامت. بیننده های عزیز بیاین که یک کمک درد دل بکنیم با ولی جان اشباری. نه تنها اونا، با سیار جان هم همی کار میکنیم به خاطر که بیشتر شکایت ها از نوازنده و یا کسایی که در پس پرده کار میکنن با هنرمند همی است که از کارایشان کمتر تقدیر میشه، کمتر یاد میشه. درست است که کسایی کم کارایشان هسته او را یعنی اگر در روی استیج ازشان تقدیر نمیکنن، در ختم برنامه یادآوری میشه که واقعا کار خوب کردی و فعالیتت یا کارت واقعا ستودنی بوده. اما بیاین که از ولی جان پرسان بکنیم که چقدر درد دل داره که ولی جان چطور از خودت راضی هستی با او شکل که زحمت کشیدی واقعا اما قدر از خودت هم تقدیر صورت گرفته یا نه؟ والا اکثرا نه. واقعا چه برتان بگویم، ما با اکثریت هنرمندان عزیز مملکت کار کردیم. من اضافه تر از 40 سال است که در استودیو کار میکنم. همه عزیزا من نمیفهمم، یا شاید امی که بار اول است که شما قدردانی را میکنین و لطف میکنین، اما معمولا چون معمول نبوده در بین مردم که با در پهلوی هنرمند عناصر دیگه هم هست که کار مثبت به بازار عرضه میکنن و کار هنرمند بهتر میسازن. ما خودم شخصا از کار خود راضی هستم، چرا همیشه کوشش کردیم که کار ما کار خوب برای مردم خود تقدیم بکنم. با دوستا بده من شما باور کنین، من با هنرمند سرشناسی که نام نمیگیرم، ما روی یک اثر 5 سال کار کردیم تا او اثر یک 12 آهنگی که در یک سیدی بعدن ویدیو ساخته شد. بله. آتامی عزیز که من 5 سال امروز همکاری کردم، حتی در اون ویدیو نام مرا نوشته نکرد. امیر بیان افشا بکنین بگین میشه که یک درس خوب باشه به دیگا. خوب باشه دیگا. یک کما که بگین کدام آهنگ بود دگیش باز من میگم. سلام سلام دیش جاد بود. سلام سلام خو خدا یار جانشان خیر. ما با مو یعنی باور کنین ما چه کردم امروز خودش گفتم ظالم اگر می ثبتی که شده اگر میره تو از این ویدیو بیرون بکنی تنها تصاویر ببونی همین ویدیو رو کی میبینه؟ جوابشان چی بوده؟ والا اعتراض که خب ویدیوز کار تو نیست. گفتم نیمش کار ماست نیمش کار ویدیوگرافی است، یا دو ازی دو عنصر است که یک ویدیو کلیپ از روی ازی به وجود می آید. دیگه نام آقای برمک گرفتی، آقای این اون آن در مابین افغانستان نوشته کردی، بزرگ بزرگ تشکرهای مخصوص و اسپیشال تانکس از این آقا و زو آقا کردیم. 5 سال ما برای تو زحمت کشیم، ما پولم نگرفتیم. تو نیست که مادیات هیچ وقت مهم نبوده. یک مقدار همی شکایت ها و درد دل که شما دارین این کلش یعنی به یک شکل صمیمی و احترامانه است. میتونه که تأثیر داشته باشه و هنرمند دیگه که فردا این کار بکنه در فکر خود داشته باشه که یک 10 سالم اگر بگذره، 20 سالم اگر بگذره، این میتونه که بر ما پس دوباره بر بخوره. امو مرا بسیار متاثر ساخته زندگی. امی بچه سیوم سلطان 5 ساله شد. بله. تمو 5 سالگیش امو سی دی مکمل شد. اما وقتی که امو دیویدی خود از افغانستان پس آورد به خانه و 100 شاخ 6 تیم اما راستی. بله. بسیار ذوق زده بودم که ما چی وقت نام خودم میبینیم. تمو آخر که رول میشه مثلا در فیلم های هندوستانی که در سینما های آریوب که مردم بازیکن میخیزن بالا پوشا را میپوشتن میبرامدن که بیروبار نشه، اما وقت در موجه باز در یک لاین سار نازک نوشته کرده بود که ثبت ولیش باری اما از دیگر ها و بسیار شان شوکت یاد کرده بود. از حیدر جان چقدر گله دارین؟ والا حیدر جان گله دارم از پیشش، منتها یکان نفهم مجبور استم که تو
گوشتت برش بکنم که مستقیم میگین برش یادت نره یادت نره اما خوب است اینطور است که یگان سر امی استیج بسیار یک مصروفیت بزرگ است و آدم باید از هنرمند بقدر زیاد گله نکنه چرا اینو چند چیز باید این زمان زیر نظر بگیرن و زیر دست داشته باشن آوازخوانی اول کار اول از اینا است خوش داشتن آدینسشان یا شنوندهشان کار دومشان است با نوازنده های خود این چیز یعنی بسیاری اوقات حتی نوازنده ها فراموش میشه که به سر استیج بگوین کم کارن یکانا مشکلات که سمی جان هستیست که ببینین کسی که سی دی رو پشت درست میکنه موضوع خطاطی و کلگی چیزها رو بیاشن شما قبول کنین که با دفعات برش گفته میشه که آقا یادت نره که نام اینی آدمه که ثبت کده باید نشته شود نه؟ نام کمپانیش نام خودش مگم قبول کنین که سی دی تیار شده ما خاطر ما جمع بوده که نام نشته شده وقتی که سی دی برامده وقتی که خواندیم که اسم نبوده و او وقتی بوده دگه که کلگی چیز برامده دگه نه؟ از او خاطر بسیاری وقت قبول کنین که هنرمندا مقصر نیست بیخی گپ شما بجای است و مسئله برنامه هنری را یاد کرده که ولی جانم که بسیار مشکل است برای هنرمند که تمامی را در نظر بگیره و بتانه چون با مو استرس کاری که می باشه مسائل شنوندایش می باشه همشانه اما در کل یک مقدار یک تعداد از هنرمندا که همواره گفته میشه علاقمندی کمتر دارن که دیگرها را همو زحمتی که کشیدن برش امو کردیت به اصطلاح امریکایی‌ها که میگن و یا امو حقش برش برسانه این شاید معمول باشه در موسیقی و یا در اندستری موسیقی افغانستان این شما هم نظر هستین آقای هایدر؟ والا ما خب طرفدار عزیزم که همیشه سمی جان گل بخاطر که ببینین که امروز اگر اینمی ولی جان نباشه که ثبت آواز میکنه بله. یا مکس میکنه آهنگ یعنی بله بله هنرمند چی کنه میتونه؟ هنرمند نمیتونه که در قوطی بخونه ببینید از او خاطر آدم باید بسیار معتاد در کار باشه که به خاطر که نوازنده اگر نباشه هنرمند به تنهایی خود هیچ چیز کرده نمیتونه از او خاطر من طرفدار عزیزم که همیشه باید اسم نوازنده اسم کسی که ثبت موسیقی و یاره میکنه باید همیشه خصوصا دمی اول نشته شود ما طرفدار عزیزم بسیار خوب است واقعا این مسئله است که هنرمندای ما در نظر بگیرن چون کسای دیگه هم که درست است در پهلوی کار خود پول به دست میاره بله. اما اگر زمان میشه که نام از یک یا دو نفر به خاطر یاد میشه من فکر میکنم جمعن همو تیم باید یاد شود زحمت کشیده ای که اگر هنرمند ما علاقه داره بیشتر مثلا یک تعداد از هنرمند ما علاقه دارن که بیشتر تمام کار مربوط خود بدانن ما فکر نکنم که بینندام این مسئله را نفهمند میفهمند که یک چیز که تیم کلان پشت یک اثر می باشه بله 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 ببخشید سمی جان دمی گپ چون که من خودم نوازنده هستم همیشه کوشش کردیم کمکاری کنم اکثریت زیاد سی دی آلبوم ها رو ما ثبت کردیم در استودیو برای هنرمندا دیگه این آدم آرزو رو می داشته باشه چون که زحمت میکشه که یک آوازخوان در یک جای همکاری میکنه که بر از او پس یک کردیت داده شود به خاطر که امی خودش یک هنرمند تشویق میکنه مخصوصا نوازنده در کمیونیتی ما کم است نوازنده خوب چون که اونا کم تشویق میشن اکثرت زیاد نوازنده از این خاطر میشه که از موسیقی را اعلام میکنن نوازندگی را اعلام میکنن بین طرف آوازخوانی به خاطر که از اینا قدردانی نمیشه از اینا یاد نمیشه همین خود کسی که آوازخوان است این را باید متوجه زیادتر داشته باشه که روی استیج یا در آلبوم یا در کلیپ کاست از اینا یادآوری شوه چون کنا به تشویق ضرورت دارن مسئله یاد کردن ولی جان به این معنی نبوده که ما اونا را زیر سوال قرار بدیم فقط یکی از مثالا بوده که ولی جان خواسته درد دل با ما بکنه و آرزو داریم که هنرمندای دیگه هم که اگر پیام ما را میشنون یا صدای ما را میشنون اونا هم پیش خود همقدر فکر بکنن که شاید این کار کرده باشن یا نکرده باشن همین نکات در نظر بگیرن چطور ولی جان هم تعریف کنه من درست گفتی سمی جان گل عرفی نبوده که ما خدای نخواسته چنین یا چنان این مسئله بوده که وجود داشته شده تکرار شده بلد.
دیگه هنرمندا دیگه عزیزایی که ویدیو میسازن اینا این پسر حیدر جان صحبت کرد دوستایی که با هم شناسایی هم داریم بل. مثلا گفته شده که نمی اثر خو میفهمه که حیدر سلیم جز آریانا موزیک دیگه همراه کدام دستگاه دیگه یعنی همون لوگوی خدا یا نام خدا خوب برجسته می نویسن و نشان میتن در کلیپ و از دیگه کسا هیچ یادآوری نمی کنن البته امیدوار هستم که درست شود اگر بعض هنرمندا بر شما مستقیما بگه که مثلا شما در قبال کارتان هم مزدتان گرفتین پیسیتان گرفتین پس دیگه دیگه چی توقع دارین جواب شما با چی می باشه برشان اطور سمیر جان برای تو عرض بکنم که ما این کار اساسی من نیست کار اساسی و زندگی من الکترونیکس است کار ما است زندگی ما است یک شوق بوده میشه ما اوتر پول از هنرمند نگرفتیم که به اصطلاح ما روی زو عیش بکن به حساب ما گفته خانمم که میشه برای من یک دکمه ایتا که میگم که در سالی که تو در استودیو کار کردی اگر در جای دیگه کار دوم میگرفتی حالا شاید دو سه خانه دیگه هم میداشتی چون خود هنرمند اوقدر پول نمیسازه که ما از هنرمند افغان پول گزاف میگیرم که بگویم خب ما پیسه گرفتیم دیگه حال راست میگه چی دعوا و عزیز و عزیز نه اتو نبوده ما حیدر جان اینو شاهد عالم است 22 آلبوم با هم ساب کردیم یا 22 اثر به بازار عرضه کردیم ما هدفم پول نبوده هدف من همیشه همی بوده که کار خوب کاری که بتونه رقابت بکنه با کار دیگرا به سوی بلند به سوی خوب شفافیت کار حساسیت کار بر مردم ما عرضه شود که نگوین که ما به اصطلاح در اون جایی که ماندیم و اونجا هستیم همیشه تلاش کردیم که کار بهتر بکنم هر کاری که سر دست ما بوده کار بهتر بوده برم بهترین بوده شما زنده باشین تشکر بیننده های عزیز آرزو دارم که هنرمند های گرامی ما که در هر کجای کمین حالا صدای ما را مشنوند شکوه و گله های عزیزای ما را در نظر گرفته همواره در کارهای خود کوشش بکنن که کسایی که با اونا هم کار هستن اما امتیازات و یا اما مزد که مثلا در نظر گرفته شده برشان و نمونه بپردازن یاد ازشان بکنن تقدیر بکنن از کارهایشان تا باشد اینا هم تشویق شوند بتونن دستاورده و کارهای خوب بهتر داشته باشند در آینده و تا یک مسئله دیگر هم که ما میخوایم با بیننده شریک بسازم این است که یک تعداد از تلویزیون های در داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان کوشش میکنن که نام از کارگردانی یک اثر و یا امو لوگو و یا نشان از یک اثر اونا پاک بکنن و نشان نتن از طریق رسانه خود که این واقعا کار نامناسب است به خاطر که اثر یک کسی را مو که زحمت کشیده او را میخواین نادیده بگیرن تنها بخواین به خاطر که تلویزیون را دارن در اختیار او را نمایش بتن ما خوشبختانه در داخل تلویزیون توتی هم واره کوشش کردیم که تمامی از کارهایی را که عزیزای ما هنرمند هستند کسایی که در پس پرده تقدیر بکنیم نوازنده های گرامی را کارگردانایی که در بخش ویدیو و تصویر کار میکنن اونا رو در نظر بگیریم و موارم نشانه که دارن داشته باشه تا باشد اونا تشویق شون بیشتر کار بکنن و زحمت بکشن متاسفانه همیشه یگان دفعه یگان تو تبصره میکنن که باید کلی که چیز مثبت گفته شون مگر یگان دفعه نمیشه آدم باید یگان حقیقتها رو بگویه درست ما میگم حقیقتا که اصلا یگان هنرمندای سابقه دار که میخواین که در پروگرام خود کلیگی کردیت خودش بگیره یعنی نوازنده را در نظر نمیگیره قطعا در نظر نمیگیره از او خاطر من را خواهش میکنم و تمام هنرمندا که تا که میتونن نوازنده خود همکارایی که کتشان می نوازه سر استیش قدر کنن به خاطر که بدون نوازنده مشکل است که هنرمند جان سپاس خانه آباد از همه شما تشکر که امروز در برنامه بودین تشکر سمیر جان من از خودت تشکری میکنم تنها از این آله که ما شما شدیم با هم صحبت کردیم نه بلکه از دینشو که خودت چقدر نام خدا مقبول صحبت کردی و چقدر با انرژی بودی و چقدر گفته امریکای ریلکس بودی شما این بسیار یک چیز مهم است و من همچنان تشکر میکنم از ترایویژن استودیو توتی تیوی راستی ما هر قدر راجع به از یا بگویم انوزام کم است و خاطر که یا اقدر زحمت کشیدن دینشو اقل لطف کردن دینشو که ایت تصور نمیشه و هیچ وقت ما ای زحمت های از یاره لطف های از یاره که در مقابل ما و حساب دمی ظرف چند روزه که ما میمانشان بودیم با ما لطف کردن هیچ وقت راستی فراموش نمیشه و ما همیشه برشان دعا میکنم
اینه من تو که رقم کال موفق هستن تا که زنده هستن همه تو موفق باشه. شما زنده باشین. تشکر یک جان سیر جان از شما. تشکر از ولی اشپوری از شما بسیار زیاد تشکر. تشکر واقعا قابل افتخار هستی. نه به خاطر از اینکه برای من چند لحظه وقت دادی اما همین مسائلی را که پیشکش میکنی مسائلی را که روی صحبت میکنی واقعا مسائل حساس اجتماعی است. باید مردم عزیز برشان گفته شود بعضی مسائل چرا تو اینه نیست که ما میاموزیم از تیوی ما میاموزیم برنامه تماشا میکنیم نقاط مثبت میگیریم و بر زندگی خود استفاده میکنیم و این مسائل خودت یاد میکنی واقعا مسائل حساس است. شما زنده باشید. یک عالم تشکر انشاءالله که بتانیم در آینده صحبت های بهتر داشته باشیم ادامه بتیم این کانورسیشن یا می صحبت های خود تا بتانیم در پهلوی آثاری که برای مردم عرضه میکنیم یا عرضه شده و در آینده عرضه میکنیم مسائل بهتر دیگه که در با این مسائل ارتباط داره برای هموطنان عزیز خود پیشکش بکنیم. یک عالم تشکر. تشکر. بیننده‌های عزیز بر شما وعده میتیم که انشالله در برنامه آینده با هنرمندان دیگر هم روی از این موضوع صحبت میکنیم و با آقای ولی اشپاری یک برنامه اختصاصی در موارد مختلف و کارهایی که اونا با هنرمندان داشتن همچنان برنامه میداشته باشیم. آرزو دارم که برنامه امروزی ما طرف توجهتان قرار گرفته باشد. روزگارتان بخیر، شب و روزتان خوش و جهان سپاس از اینکه تا آخرین لحظات برنامه همراه ما بودین و تلویزیون توتی را تعقیب کردین. خدا نگهدارتان.